در این قسمت صحبت ما ضرب و تقسیم اعداد با توان منفی، یعنی اگر دو تا عدد که توانشون منفی هن در هم ضرب بشن یا بر هم تقسیم بشن به چه صورت باید عمل بکنیم. خب ببینید چی میگه قسمت الف. ببینید میگه اگر پایه ها مساوی بود توان ها با هم جمع میشوند. 7 به توان منفی 2 ضرب در 7 به توان منفی 3، دقیقا مثل همون خاصیت ضرب توان ها، فرقی نمی کنه. یکی از پایه ها رو می نویسیم، منفی 2 رو با منفی 3 جمع می کنیم. خب میشه 7 به توان منهای 2 مثبت در منفی میشه منفی منهای 2 با منهای 3 میشه منفی 5. حالا میتونیم اینو خودمون تبدیل کنیم به یک عدد مثبت، یعنی بنویسن 1 بر روی 7 توان مثبت 5 اگه خواستیم. خب منفی 3 تا آس ضرب در منفی 5 آب توان منفی 5 ضرب در 4 آب توان 12. بهترین کار اینه که اول اعداد رو کنار هم بنویسیم، منفی 3 ضرب در منفی 5 ضرب در 4 ضرب در آب توان 3 آب توان منفی 5 آب توان 12. خب میام جلو، ضرب این 3 تا عدد میشه مثبت 60. پایه ها با هم یکی هن، یکی از پایه ها رو می نویسیم توان ها رو با هم جمع می کنیم و در نهایت جواب میشه مثبت 60 آب توان 10. قسمت ب، اگر توان ها مساوی بود پایه ها رو در هم ضرب می کنیم. دقت بکنید، 2 به توان منفی 3 ضرب در 5 به توان منفی 3. خب چه چیزی تو اینا مشترکه؟ بله توان مشترکه. پس میگم چی؟ 2 رو در 5 ضرب میکنم میشه 10، ولی توان مشترک منفی 3 رو باش کاری نداریم. خب 3 هفتم به توان منفی 2 ضرب در 4 و 2 سوم به توان منفی 2. 3 هفتم به توان منفی 2 رو باش کار نداریم. اما اینجا 3 4 تا 12 تا 12 با 2 میشه چند؟ 14. پس میشه 14 سوم به توان منفی 2. چه چیزی مشترک اینجا؟ بله توان ها مشترکه. پس فقط کافیه که پایه ها رو در هم ضرب کنیم. 3 هفتم و ضرب در 14 سوم میکنیم به توان منفی 2. سادش هم میکنیم، 7 در واقع با 14 میشه 2، 3 هم که با 3 ساده میشه میشه 2 به توان منفی 2. که میتونیم این توان منفی رو طبق خاصیت‌های قبلی که عرض کردم خدمتتون تبدیل به توان مثبت بکنیم. به چه صورت؟ مخرج این یکه، صورت مخرج جابجا میکنم، توان منفی توان مثبت میشه که در نهایت 1 بر روی 2 به توان 2 میشه همون 1/4. نکته بعدی، در ضرب اعداد با توان‌های منفی اگر هم پایه‌ها و هم توان‌ها مساوی بودند می توان یا توان ها رو جمع کرد یا پایه ها رو در هم ضرب کرد. درسته؟ ببینید الان 2 به توان منفی 4 ضرب در 2 به توان منفی 4 چی میتونیم بگیم؟ یکی از پایه ها رو بنویس، چون هم پایه ها برابرن هم توان ها. اگر از خاصیت پایه ها جلو برن میگم یکی از پایه ها رو بنویس. خب من 2 رو نوشتم، چیکار میکردیم؟ توان ها رو با هم جمع میکردیم. آفرین، که منفی 4 با منفی 4 میشه منفی 8. یا چی؟ یکی از توانها رو می نوشتیم، پایه ها رو در هم ضرب می کردیم که میشه 4 به توان منفی 4. خب حالا صحبت الان روی تقسیم اعداد با توان منفیه. حالت الف در نظر بگیرید، اگه پایه ها مساوی بود توانها رو از هم کم می کنیم. 3 دوم به توان منفی 9 تقسیم بر 3 دوم به توان منفی و این هم خاصیت تقسیم، پایه ها برابرن، یکی از پایه ها رو می نویسیم توان ها رو کم می کنیم، منفی 9 رو منهای منهای 5 می کنن که منها در منها میشه مثبت. پس میشه 3 دوم به توان منفی 9 به علاوه 5 3 دوم به توان منفی 4. خب ادامه میتونیم بدیم، توان چیه؟ منفیه، باید چیکار کنیم؟ جای صورت مخرج رو عوض بکنیم میشه 2 سوم و توان منفی تبدیل به توان مثبت میشه که 2 سوم به توان 4 که 2 به توان 4 تقسیم بر 3 به توان 4 و در نهایت جواب 16.81 میشه. حالا قسمت ب، اگر توان ها مساوی بود پایه ها رو بر هم تقسیم میکنیم. مثال ببینید، حاصل عبارت رو به دست بیارید، 40 به توان منفی 4 تقسیم بر 8 به توان منفی 4. آیا قبول داریم که توان ها با هم برابرن؟
بله چیکار میکنیم؟ یکی از توانها رو مینویسیم، پایه ها رو بر هم تقسیم میکنیم که 40 تقسیم بر 8 میشه 5 به توان منفی 4. بعدی توان هر دو منفی 4 نوشتیم، پایه ها رو تقسیم میکنیم میشه 5 سوم به توان منفی 4. به همین راحتی. مثال بعدی، حاصل عبارت 2 1/3 به توان منفی 3 تقسیم بر 3 و 1/2 به توان منفی 2 رو به دست بیارید. ببین چقدر راحته. این کار رو انجام میدیم. 3 دو تا 6 تا با 1 میشه 7، میشه 7/3 به توان منفی 3 تقسیم بر 2 تا 6 تا با 1 میشه 7، میشه 7/2 به توان منفی 3. در اینجا آیا قبول داریم که توانها برابرند؟ بله. چه کار میکنیم؟ یکی از توانها رو نوشته، پایه ها رو به هم تقسیم میکنیم و در نهایت اگه خاطرتون باشه دور در دور نزدیک در نزدیک ضرب انجام میدیم. خب 7 که با 7 ساده میشه، پس فقط میمونه 2 توی صورت 3 توی مخرج، 2/3 به توان منفی 3. حالا میتونیم چیکار کنیم؟ توان منفی رو تبدیلش کنیم به توان مثبت، یعنی جای صورت مخرج رو عوض کنیم و توان رو قرینه میکنیم. پس جای صورت مخرج اگه عوض بشه میشه 3/2، توان چند میشه؟ میشه مثبت 3 که در نهایت میشه 3 به توان 3 تقسیم بر 2 به توان 3 میشه 27/8. به همین راحتی. نکته، اگر هم توان هم پایه برابر بود جواب تقسیم برابر با 1 است. 3 به توان منفی 4 تقسیم بر خودش 3 به توان منفی 4، هر عدد تقسیم بر خودش برابر با چنده؟ یک دیگر، چه توانش منفی باشه چه توانش مثبت، فرقی هم نمی کنه. نکته بعدی، اگر در صورت و یا مخرج کسر جمع و تفریق داشتیم، ابتدا صورت مخرج رو جداگانه حل میکنیم سپس عملیات تقسیم رو انجام میدیم. خب ببینید، 3 به توان 3 به علاوه 54 تقسیم بر 3 تقسیم بر 4 به توان 3 تقسیم منهای 2 به توان چند؟ 4. اول توی صورت 3 به توان 3 که میشه 27 به علاوه 54 تقسیم بر 3 میشه 18، 4 به توان 3 میشه 64 و 2 به توان 4 هم چند میشه؟ 16. اول صورت مخرج رو جداگانه ما حل کردیم. حالا میریم جلو، صورت میشه 45، مخرج چند میشه؟ 48، که اگر ساده بکنیم در واقع میشه 15 چندم 16 هم.